سلام به همه دوستان عزیز، من کانال استم و خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم هر جا احتمالتون خوب باشه، سلامت باشین و امیدوارم از ویدیو قبلی کلی لذت برده باشین. بریم ببینین دیگه بیشتر بشه بازیدا. و امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی بالا خفن در مورد کارا که فقط یه ایرانی میتونه انجام بده، از پس ایرانی فقط برمیاد. خب بریم با هم ببینیم. فقط لطفا داره لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید، اینستا من بالا من حتما فالو کنید، کامنت انگلیسی هم بذارید، ویدیو رو برای دوستاتون شیر بکنید و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. پرسیل شما را به دیدن این برنامه دعوت میکنه. دوستان قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، من قبلش حتما بگم بهتون، من الان واقعا اعصابم خیلی خرابه. خب روزهای عجیبیه دیگه. خب و الان دارم خودم به زور دارم شاد نشونم. یک، الان جوش زدم و قبلی که بیام این جلو ویدیو هیچ گونه جوشی نداشتم پیشونی. الان این جوش زده. خب این اوک، این بکنه. دیشب کیف پولم رو گم کردم و کلی پول توش بوده، اینم بکنه. و امروز صبح گفتم اوکی اصلا بی خیال همه اینو، بذار بشینم یه ذره فوتبال بازی کنم، پلی‌استیشن بازی کنم و لعنت این شانس. خب اوکی، اولا فیفا پیام داده نوشته که این اکانت چون من ظرفیتی میریزم، چون ظرفیتیه و فیفا پیام داده گوه میخوره که بری بازی ظرفیتی بریزی، باید بری بازی از پلی استور بخری. منم اصلا چون 60 دلاره، کجا باز 60 دلار؟ اوکی ولش کن، دیسکش هم که خیلی گرونه، بی خیال. گفتم با ولش کن اشکال نداره، اصلا نمیخوام فوتبال بازی کنم، بشینم یه ذره جی تی ای بازی کنم. پیام داده 41 گیگ آپدیت میخوای، یعنی من ریدم شانس. خب عزیزم اینم به کنار، گفتم به درک، میشینم یه ذره پابجی بازی میکنم. پابجی هم پیام داده 10 گیگ باید آپدیتش رو انجام بدی. من ریدم آپدیت ها، این چرخه میبینی همین چرخه بکنم داری. ببین سراغ ویدیو. آقا فقط یه ایرانی میتونه. بعد از چند صدای پیغامگیر تلفن قطع میگه ای رفت رو پیغامگیر و سریع قطع میکنه. من دقیقا اینجوری وقتی میرو پیغامگیر سریع قطع میکنم، اصلا وای نمیستم چیزی بکنه، قطع میکنم چون بلد نیستم پشت پیغامگیر حرف بزنم. فقط یه ایرانی میتونه. وقتی از مطب دکتر میاد بیرون حساب بکنم ببینم این دکتر روزی چقدر درآمد داره. حاجی این دقیقاً خود منم. وقتی از مطب دکتر ما اینجوری حداقل ما اینجوری از مطب دکتر میام، اوه چقدر درآمد داره، خدا وکیلی چقدر پول در میارن اینو. ببین الان ما مثلا 10 تا مشت، این الان 10 تا مریض داشت، یعنی 10 تا مریض داشت، بعد بگیم روزی 10 تا هم که داشته باشه با این ویزیت 100 تومن تازه بدون عمل و فلان و اینا، موش 30 میلیون تومن، اوه چقدر در میاره. بشیم دکتر دقیقا ما اینجوریم. خب من نمیدونم بقیه، اگر شما اینجوری تو کامنت ها بنویسید. فقط یه ایرانی میتونه با ماشین خودش بره محلی که آزمون رانندگی میگیرن که توی امتحان شرکت کنه. اینا به این دلیل انتخاب کردم آقا، به خاطر اینه که من وقتی آزمون رانندگی، من 3 دفعه آزمون رانندگی دادم، اول رد شدم، دوم رد شدم، سوم قبول شدم. خب دفعه اول واقعا حق بود. آقا پارک دوب بگیر، پارک دوب باید تو ماشین کاملا این مدلی باشه. خب من پارکم اینجا بود، ماشین اینجا بود قشنگ. خب طرف خبر مرگ در واسه گفت بمیری با این پارک دوب، دور بزن برو پارک سیسان. خب پارک سیسان انجام دادن، آقا ماشین باید اینجوری باشه، خب اینقدر باید با دیوار فاصله داشته باشه. خب این بشه پارک سیسان، در واسه که گفت 25 سانتی. گفتم وات، با کجا دن تا سانت گرفتی 25 سانتی؟ لعنتی گوگو نخور. ردی ردم که از سری بعدی طرف گفتش که آقا ببین وقتی شما به پیچ میرسی باید دنده 3 بیاری 2، و وقتی به پیچ میرسید حتما به 2 برگرسی حتی باید وایسی. آقا من اونجا رسیدم گفتش که اولا که پیچ رو بازم دنده 3 رفت. خب رسیدی به 2 برگردم، گفت چرا نمیری؟ گفتم ماشین نمیاد. گفت خب اوکی ماشین نمیاد برو دیگه. اصلا ماشین نمیاد چرا وایسادی؟ گفتم این یه این داری منو امتحان میکنی، این هم خب از اون نمره کم کنی. گفت مرد حسابی میگم برو. گفتم حرف نزن، این الان چیزه، میخوای امتحان کنی ببین من میرم یا نه، میخوای نمره کم کنی. گفت گوه نخو مرد حسابی برو، ماشین نمیاد برو. گفتم نمیرم. گفت بدم میگم برو. گفتم نمیرم. گفت مرد حسابی هیچکی نی چی واسه چی وایسادی؟ گفتم میخوام امتحان کنی نمره کم کنی. گفت گوه میخوری به خاطر هم حرکتت رد. خب ردم کرد و بعدش دفعه سوم که دیگه قبول شدم. البته دفعه سوم وقتی قبول شدم 4 دفعه از من پارک دوب گرفتن، 3 دفعه سیسانت گرفت اصلا یه بعضی. اوکی
فقط یه ایرانی میتونه برای مبلای خونهش یه رومبلی بخره و برای اون رومبلی یه دونه رومبلی دیگه بخره. آقا دقیقا این خونه ما بابا اینطوریه دقیقا. خب نمیدونم چرا، اوکی این از تمیزیشونه خب، ولی به هر حال فقط تو ایرانه که فقط یه ایرانی میتونه که با بوق ماشین هم سلام بده، هم خدافظی کنه، هم فوش بده و هم تشکر کنه. این دقیقا ما ایرانیه. مثلا میگیم یه بوق که میزنه یه بوق تشکر، و وقتی بوق رو دیگه نگه میداره یعنی او فوش میده بابا این چرخته میبینه ای همین طرف ها بوق رو تو آقا فقط تو ایرانه که کارت شارژ این آقا خدا وکیلی من منطق اینو نمیفهم، تو کامنت ها شما اینو بنویسید. فقط تو ایرانه که کارت شارژ رو که مغازه دار میخره 4700 ما 5500 میخریمش، ولی 4900 شارژ کنه و در نهایت ما بهش میگه آقا یه شارژ 5 تومانی داری من بدی. خب من نمیدونم چرا اینجوریه، این چه سیستمیه تو ایران که خدا بس دیگه اینجوری وقت میگه نمیدونم، شما تو کامنت ها بنویسید دلیلش چیه. و آخرین مورد، فقط یه ایرانی میتونه 2 سال بره سربازی و اندازه قد 30 سال تعریف کنه که من چه کارهایی کردم. به جرئت میتونم بگم هیچ گوهی نخورده، خب اگرم خورده یا تنبیه شده یا اضافه خدمت خورده یا افتاده بازداشتگاه یا لغو تردد شده یا 24 ساعت تنبیه خورده، میگه چه هر غلطی کرده یه آخر تنبیه شده. آقا اوکی، امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. یاد نره که حتما لایک کنی، سابسکرایب کنی، زنگوله رو فعال کنی، اینستا من همین بالا میاد حتما فالو کنین. هلیکوپتره، اوکی هلیکوپتر بود و سابسکرایب چی شد یادم رفت. لایک کن، سابسکرایب کن، کامنت انگلیسی بذار، جنگ شد کامنت انگلیسی بذار که سابت نپره. اینستا من بالا میاد حتما برید فالو کنید، چون قرار اونجا خود چالش ها برگزار بشه، سوال بپرسیم و ویدیو رو پیش ببریم. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد توی کامنت بنویسید پارت 2 شم بسازیم. تا ویدیو بعدی، پیس اوت.